امشب آقای شهرام مکری مهمان من هستن. آقای شهرام مکری فیلم ماهی و گربه رو ساختن، آخرین اثر سینمایی ایشون هست. در 70مین جشنواره فیلم ونیز جایزه محتوای نوآورانه بخش افقهای خودش به این فیلم اختصاص داد. از آقای مکری خواستم که تشریف بیارن استودیو، هم بهشون تبریک بگم، همین که با هم گفتگویی داشته باشیم. آقای مکری سلام، شب شما بخیر، خوش اومدید به هفت. سلام، شبتون بخیر. منم خدمت شما و بینندگان برنامه و سینما دوستان روز ملی سینما رو تبریک میگم. خوشحالم که منو به برنامه هفته دعوت کردین و بابت این تبریکی که میگید ازتون ممنونم. خواهش میکنم. یکی از دلایلی که خیلی مایل بودم شما رو در هفت ببینم و با شما صحبت بکنم، بینندگان هم شاهد باشن، جوان بودن شماست. یک فیلمساز جوان ایرانی تونسته یک جشنواره مهم جهانی جایزه رو به خود اختصاص بده، به خصوص بخش محتوای نوآورانه است که این خلاقیت و استعدادهای جوانان ایرانی رو میتونه نشون بده. یه مقدار برام اول در مورد این سبک و ساختاری که براش انتخاب کردید، به پلان سکانس میتونم بگم براش هست، این مقدار برام صحبت بکنید، بعد وارد جشنواره بشید. راستش در مورد عنوان این جایزه ای که از فستیوال ونیز برای فیلم ماهی و گربه گرفتم، خودم هم یه مقداری به شوق اومدم. دلیلش شاید این باشه که چند سال قبل به خاطر فیلم اولم اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر از انجمن منتقدان در ایران هم جایزه تحت همین عنوان گرفتم و وقتی که فکر دیدم که داورای فستیوال خارجی خصوصا در ونیز توجهی با همین دیدگاه نسبت به فیلم داشتن، این برای خودم خیلی شوق برانگیز بود. توی فستیوال ما شب بعد از اختتامیه با رئیس یادآوران بخش افق‌ها آقای پلشایدن که صحبت می‌کردیم، گفتن که یه جمله گفتن که برای من خیلی جذاب بود. گفتن که ما فکر میکردیم که با تکنولوژی سینما، با پیشرفتی که سینما به لحاظ تکنولوژیک میکنه، زبان سینما دچار تغییراتی خواهد شد، یعنی تعاریف سینما دوباره باز تعریف میشن، تعاریف اولیه سینما. اما همش با خودمون سوال بود توی یادآوران که توقع نداشتیم این اتفاق از کشوری مثل ایران در کشوری مثل ایران هم بیفته. و این براشون خیلی چیز بود، این براشون خیلی جای سوال بود که چطور توی سینمای ایران فیلمی داره سعی میکنه که زبان در مورد زبان سینما پیشنهادی رو بده. این فیلم همونطور که گفتین توی یک پلان طولانی 131-2 دقیقه‌ای گرفته شده. درست. و کاری که ما توی فیلم انجام دادیم 30 روز تمرین در لوکیشن، 30 روز بازخوانی فیلم در تهران و 1 روز فیلمبرداری بود. بله، فیلم رو ما در همین 130 و چند دقیقه فیلمبرداری کردیم. تقریبا فیلم‌های قبلی هم مثل دایره که من دیدم، حالا اون بله. خام پخته سوخته رو من ندیدم. تقریبا این فرمگرایانه رو دارید دنبال می‌کنید. بله. آقای مکی دنبال چی هستون در این مسیر؟ راستش ببینید، من از یک مرحله از ساخت فیلم های کوتاه فکر کردم که دنبال این برم که با تعریف پلان کار کنم، با تعریف زمان در پلان، همونطور که به هر حال در دستور زبان سینما به ما یادآوری شده، گفته شده، آموختیم. به هر حال پلان همیشه زمانی رو به جلو و پیشرونده داشته و همیشه تعریف پلان با زمان حقیقی و زمان واقعی تطبیق پیدا می‌کرده. بیشتر دوست داشتم در این موارد کار کنم، یعنی فیلم‌هام یک کنکاشی باشه در مورد قصه، بر همین مسیر. بله 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 بله. فیلم ماهی و گربه یه داستانی داره که در واقع در ژانر فیلم‌های، میتونم بگم یه جورای اسلشر، فیلم‌های نوعی از فیلم‌های هارور، قصه آشنایی، قصه کلیشه شده ای، اما این با فرمی که اینجا داره مطرح میشه شاید یه مقداری کنار هم گذاشتن این دوتاست که درست. یه جور نوآوری باشه. در دنیا چقدر این فرم گرایی اینقدر گسترش پیدا کرده؟ ببینید، مشخصا فیلم هایی که توی سکانس پلان کار میکنن به دو شکل مختلف وجود دارن، یعنی یا فیلم هایی که با کاور کردن دوربین هر چندگاهی یه پلانی رو فیلم برداری میکنن و اینا رو با هم متصل میکنن. نمونه ابتدایی، اولین نمونه این فیلم در تاریخ سینما شاید بشه تنابه هیچکاک اسمورد، و یا فیلم هایی که واقعا روی یک پلان کار میکنن، فیلم راشین آرک و یا فیلم تایم کد مایک فیگیس، اینا فیلم هایی هستن که با یک پلان کامل کار میکنن، یعنی
کاری که توی این فیلم من سعی کردم انجام بدم و متفاوت باشه با این نمونه ها، بازی با زمان در این پلانه. یعنی با وجود اینکه فیلم رو به جلو داره حرکت میکنه، قصه فیلم رو به جلو حرکت میکنه، دائم ما شکست روایت، خط روایت رو توی فیلم داریم. عکس العمل تماشاگرام تو جشنواره ونیز چی بود؟ خودم اول خیلی چیز بودم، هیجان اینو داشتم که به هر حال تماشاچی خارج از مرزهای ایران یه تصوری از سینمای ایران داره و احتمالاً وقتی بلیط می‌خره و میاد که فیلم رو ببینه داره با همون ذهنیت قبلیش میاد توی سالن. خیلی برام جالب بود که دوست داشتن فیلم رو. توی هر چهار تا نمایشی که ما توی فستیوال ونیز داشتیم بازخورده خیلی خوبی گرفتیم و نقدای مثبت. بله. بعد از نمایش رسمی فیلم یه نمایش یه جلسه گفتگوی چیز وجود داره، یه جلسه گفتگوی رسمی وجود داره. توی اونجا باز برخلاف شاید اصولا جلسات مرسوم اینطوری در مورد فیلم‌های ایرانی، توی این جلسه ما خیلی مشخص راجع به فیلم همه صحبت کردن، یعنی راجع به دستور زبان فیلم صحبت کردن، راجع به میزانسن و پیچیدگی کار دوربین. درسته، این معمولا اینجور فیلم‌ها خیلی سخت در ایران ساخته میشه، سرمایه‌گذار خیلی راغب نیست. میشه گفت مثلا اینها فیلم‌های مستقلن؟ ببینید به نظرم عنوان سینمای مستقل، البته جدیدن نیما حسنی نسب زحمت کشن با آقای گلمکانی، اینا یه شماره رو در مجله فیلم، همین شماره اخیرش رو بیرون آوردن و در مورد تایتل سینمای مستقل خیلی خوب مفصل توی اون مجله صحبت شده. به نظرم آره خیلی بحث مفصلی اونجا میشه انجام، یعنی میشه پیگیری کرد اونجا. به هر حال برای این فیلم ها سرمایه گذار سخت پیدا میشه. خوش شانسی که من آوردم این بود که کانون ایران نوین که تهیه کننده فیلم هستن، در واقع این جسارت رو داشتن که دنبال چیز باشن، دنبال این باشن که بخوان کار جدیدی رو انجام بدن. خوش شانسی من این بود که با پیشنهاد فیلمنامه من همزمان شد، اومدن پشیمون نشده باشن. بدشانسی ما بود که خصاصت به خرج دادن، کانون ایران نوین قسمتایی از فیلم شما رو ندادن که اون شب تو هفت نمایش بدن برای مردم. من میدونم که این چیز شد، من میدونم که این به خاطر این بود که ما نتونستیم، یعنی در واقع دفتر امروز تعطیل بود، نتونستم این کارو بکنم. خب من در دفعه بعد این اتفاق بیفته. خود برای اکران فیلم تو داخل کشور هم صحبتی کردین یا نه؟ ببینین را فکر میکنم که ما فیلم رو تا فجر اینجا نگه داریم و امیدواریم که به فستیوال فجر بتونیم ارائه بدیم و در صورت پذیرفته شدن امسال من پیشبینیم اینه که فیلم های خیلی خوبی از کارگردان خیلی خوبی در فجر خواهد بود. و خب به هر حال گزینش توی فجر خودش میتونه یه مرحله رقابتی سخت باشه. اگر اونجا فیلم باشه امیدوارم اول نمایش رو جشنواره فجر داشته باشیم. در غیر این صورت نفوس بد نمیزنم که اصلا همین کلا چقدر به اکران فیلم های مستقل خیلی امیدوارید. ببینید یه بحثی که فکر کنم مفقوده توی بحث فیلم های مستقل شیوه عرضه اوناست که صرفا محدود به اکران داخلی میتونه نباشه. سینمای همین نسلی که ازش داریم حرف میزنیم، یعنی اسمش رو بذاریم نسل پنجم فیلم سازان سینمای مستقل ایران، از طریق پخش کننده های بین الملل به نظرم خیلی همیشه حمایت شدن. یعنی یه بخشی از پخش بین المللی فیلم ها همیشه میتونه جوابگوی بازگشت سرمایه. ما راستش فکر میکنم که آقای عتبایی الگوی جدید رو مدت ها دنبال میکردن که بتونن فیلم هایی رو به صورت آنلاین از طریق اینترنت به دست پخش کننده های اونور برسونن. ما فکر کنم برای در فیلم مایه گربه شاید بتونم بگم برای اولین بار داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی فیلم رو از طریق شبکه‌های اینترنتی داریم به دست خریدارها و به دست فستیوال‌ها اون طرف میرسونیم. این خب خیلی کار ما رو از این بابت راحت‌تر کرده که حوزه گسترده‌تری از کار رو میتونیم پوشش بدیم. یه کار جدید داریم میکنیم، یعنی امیدوارم که شاید اگر این شیوه پخش نبود واقعا فیلم ما به لحاظ زمانی به ددلاین فستیوال ونیز نمیرسید. یعنی ما فیلممون اون اواخر داشت آماده میشد و به هر حال این ابتکاری که انجام دادن آقای عتبایی باعث شد که ما فیلمو در آخرین روز و در آخرین ساعت بتونیم به هیئت انتخاب فستیوال برسونیم. و میخوام بگم اینا در سرعت دنیای امروز سینما کاره اجتناب ناپذیره. فرمودید یک روز فیلم برداری که میشه اینو دار توضیح بدید؟ خیلی سخته. چند تا بازیگر؟ ما 23 تا بازیگر توی فیلم داریم. یه گروه موسیقی 5 نفره توی فیلم بازی میکنن، یعنی با این 23 تا میشن 28 نفر. یعنی 28 نفر یک روز اومدن در
صحنه میزانسن و حرکت ها. ما البته 30 روز یعنی روزی دو مرتبه با گروه تمرین میکردیم. آقای کلاری فیلمبردار این فیلم بودن و درست بلافاصله بعد از فیلم آقای فرهادی به گروه ما ملحق شدن. خب اونجا شرایط کاری رو که تجربه کرده بودن توی فیلم گذشته خیلی شرایط استانداردی به لحاظ تولید بود. ما وقتی که اومدن اینجا دیدن که یه جنگله و هوای بارونی و زمین گلی و خب خیلی چیز بود، خیلی انرژی زیادی آوردن با خودشون که تونستیم واقعا این کار رو انجام بدیم. در واقع ما یه میزانسن خیلی پیچیده ای رو با این 28 نفر هم نقش اساسی داشتیم. بله 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 بله. میدونی قبل حالا امیدوارم فیلم رو ببینید متوجه میشین که ما ناچاریم توی فیلم یه جایی رو یه نقاطی رو به لحاظ زمان بندی کار مشخص کنیم. دکورامون رو بر اساس این فواصل زدیم و بعدش اینکه بازیگرا مثل یک تئاتر، مثل یک پرفورمنس در طول این در اطراف یک دریاچه و در فواصل بین این دکورها تمرینشون انجام دادن و بعد دوربین به این مجموعه اضافه شد. یعنی ما یه میزانسن پیچیده بین بازیگرها و دوربین با فواصل مشخصی که آقای اثباتی دکورها رو اونجا گذاشتن داشتیم و بعد از اینکه همه این تمرین کامل شد ما رفتیم و ضبط کردیم. و این تجربه ها برای سینمای ایران فیلم چقدر مفید باشه؟ ببینید آقای عبرو، فکر کنم که سینمای ایران یکی از مشکلاتش اینه که تنوع توش کمتر دیده میشه. یعنی تماشاچی ها یک ذهنیتی دارن به اسم فیلم ایرانی و اون ذهنیت همیشه همراهشون است. البته در سالهای اخیر بعضی از کارگردان تنوع مضمون و محتوا رو که داشتیم حالا تنوع فرم هم رو اضافه کنیم. به نظرم باید اینم باید بهش اضافه کنیم. یعنی همونطور که شما در چند تا از برنامه‌های هفت راجع به این موضوع صحبت کردین، ما مثلا ژانر رو به مفهوم واقعیش نداریم اینجا. خب ژانر میتونه تنوع فرمی به همراه خودش داشته باشه. ما فیلم های تجربه گرا، فیلم های نمیدونم مستند داستانی که بتونن روی پرده بیان و اکران بشن، هیچ کدوم اینها رو به شکل جدی نداریم. فکر میکنم که مخاطب میتونه از اینو فیلم ها استقبال بکنه به شرط اینکه به هر حال فضایی براشون برای مخاطبین رو به مخاطبین خاص و هم تفکیک میکنید دیگه. به هر حال من میدونم که مخاطب این فیلم در حال حاضر همون مخاطبی نیست که به سالن‌های سینما میره و فیلم‌هایی که روی پرده اکران میشه رو میبینه، اما به جد اعتقاد به یک مخاطب خاموشی دارم که به سالن‌های سینما نمیاد و فیلم مورد علاقه‌ش رو نمیتونه توی سالن‌ها پیدا بکنه. به نظرم با یه جور تمرکز و یک جور تبلیغات مناسب میشه اون دسته از مخاطبان خاموش رو به سمت سینما هدایت کرد. ممنون آقای عزیز. متشکرم. خب صحبتی اگه داشته باشید با بینندگان در خدمت. ممنونم از شما. فکر میکنم که برنامه هفت البته میدونم در کنار مسائل سینما که مربوط به هسته اصلی سینما ایران میشه، میدونم هر از چندگاهی به بخش سینمای تجربه گرا و سینمای اکسپریمنتال و سینمای مستند داستانی هم نگاهی میکنه و از این بابت تشکر میکنم. مرسی. سپاسگزارم آقای مطیعی، براتون آرزوی موفقیت دارم، همچنین برای همه فیلمسازان جوان کشور. خیلی ازتون متشکرم. خب بینندگان